سلام، من فراس هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به زندگی شخصی غلامرضا پهلوی و همسرش و ماجرای رابطه جنجالی غلامرضا پهلوی و گوگوش که بعد از یه شب از هم جدا شدن میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. غلامرضا پهلوی فرزند رضا شاه از ازدواج اون با ملکه تورانه. غلامرضا در دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1302 در تهران متولد شده. مادر اون ملکه توران، دختر مجدالسلطنه و نوه مجدالدوله امیر سلیمانی، از خانواده قاجار بود. اطلاعات دقیقی در مورد هویت اونها در دست نیست. احتمالاً رئیس خانواده امیر علی خان امیر سلیمانی، یعنی یکی از نمایندگان در مجلس 1907 بود. عموی توران قبل از ازدواج برادرزادش با رضا شاه با بنیانگذار سلسله پهلوی ارتباط داشت و بعدها هم در حکومت محمد رضا شاه یکی از آجودانهای کشوری اون بود. غلامرضا پهلوی دوران دبستان نظام رو در تهران گذروند، بعد برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در کالج همون شهر که محمد رضا در اون تحصیل کرده بود به ادامه تحصیل سرگرم شد. غلامرضا شاگرد متوسط و یا بهتر بگیم کمتر از متوسطی بود و اولیای کالج از او همواره شکایت داشتند. غلامرضا بعد از مراجعت از سوئیس به دبیرستان نظام رفت و سرگرم تحصیلات نظامی شد. غلامرضا همچنین یک سال در دانشکده افسری پرینستون تحصیل کرد و مدتی رو هم در مدرسه آمریکایی بیروت و نیز در کالیفرنیا گذروند. غلامرضا دوره‌های تکمیلی تانک و زرهی رو در دانشکده فورت ناکس طی کرد و با درجه سرتیپی به ریاست عالیه بازرسی ویژه ستاد فرماندهی عالی که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت برگزیده شد. علاوه بر این، غلامرضا آجودان ویژه شاه، رئیس کمیته المپیک و معاون ریاست افتخاری جامعه اسب سواران ایران بود. غلامرضا بعداً در درجه سرلشکری رسید و همواره به عنوان یک مقام رسمی نظامی به شمار می رفت و در ضیافت‌های خارجی و داخلی به جای شاه حاضر می شد. اهم مشاغل وی عبارت بودند از ریاست کمیته المپیک، ریاست باشگاه سوارکاران، آجودان ویژه شاه، ریاست عالی بازرسی ویژه ستاد فرماندهی عالی و عضو شورای نیابت سلطنت. غلامرضا پهلوی در سال 1326 با هما اعلم، دختر دکتر امیر اعلم، پزشک مخصوص رضا شاه ازدواج کرد. ازدواج دوم غلامرضا پهلوی با منیژه جهانبانی، دختر سرلشکر منصور جهانبانی بود. غلامرضا انحصار سیمان کشور رو هم در دست داشت و اجازه نمیداد کسی دیگه ای اجازه تأسیس کارخونه سیمان رو بگیره و در نتیجه مملکت دچار کمبود سیمان میشد. غلامرضا پهلوی همراه با زن و فرزندش منیژه و مریم و آذردخت پهلوی از صاحبان مؤسسان کشاورزی و اراضی زراعتی بود. فریده دیبا، مادر زن شاه، در صفحات متعددی از کتاب خاطراتش غلامرضا پهلوی رو به مال اندوزی، خساست و سوء استفاده های کلان مالی متهم میکنه و از جمله در صفحه 247 کتاب خاطراتش مینویسه غلامرضا بازرس کل ارتش شاهنشاهی بود و این اواخر درجه سرلشکری هم گرفت. این بازرس کل روز چند ساعت از وقت خودش رو صرف بازرسی از دوایر ارتش میکرد و اونطور که دوست عزیزم ارتش بود حسین فردوس تعریف میکرد، فقط به بازدید از دوایر مالی ارتش میرفت و به هر ترتیبی بود سهم خودش رو از اختلاس و سوء استفاده های مالی رایج به ارتش و خریدهای مربوط به ارتش به دست می آورد. خانم پروین غفاری، هنرپیشه سابق فیلم‌های فارسی که در نوجوانی به دام شاه افتاد و بعد از طلاق گرفتن فوزیه به عنوان معشوقه رسمی اون وارد دربار شاهنشاهی و کاخ سعدآباد می‌شد، در کتاب خاطراتش به نام در دام شاه تا سیاهی می‌نویسه زمانی که معشوقه شاه بوده، غلامرضا پهلوی اون رو به بهانه‌ای به اقامتگاه خودش می‌کشوند و به وی دست اندازی می‌کرد. مادر فرح پهلوی در صفحه 506 خاطرات خودش هم می نویسه
بعد از مرگ تاج الملوک جنازه اون روی زمین میمونه و هیچ کدوم از بازماندگان خانواده پهلوی حاضر نشدن مراسمی برای خاکسپاری اون برگزار و هزینه کفن و دفن اون رو بپردازن. نهایتاً فرح که در پاریس زندگی میکرد 5000 دلار برای غلام رضا پهلوی که در آمریکا بود فرستاد تا ملکه تاج الملوک رو دفن کنه. غلام رضا این 5000 دلار رو به جیب زد و خرج خاکسپاری تاج الملوک نکرد و جنازه به عنوان بی بضاعت توسط شهرداری نیویورک به خاک سپرده شد. دکتر لاجوردی که در مراسم خاکسپاری حضور داشته میگه تاج الملوک به عنوان بی خانمان بدون هیچ گونه تشریفات و یا کفن و یا تابوت همراه با تعدادی از الکلی‌ها و معتادانی که طی اون هفته درگذشته بودند در یک گور دست جمعی به خاک سپرده شد. بعد از اون که رضا شاه سلطنت رو به محمد رضا واگذار کرد و به تبعید رفت، او و برادرانش همراه پدر به جزیره موریس و ژوهانسبورگ رفتند و تا زمان درگذشت رضا شاه با اون بودند. غلام رضا پهلوی برای تشییع جنازه رضا شاه به قاهره رفت، جایی که مادرش هم به اون پیوست و 3 ماه پیش اون موند. غلام رضا پهلوی از اونجا به آمریکا رفت و 2 سال در دانشگاه پرینستون درس خوند. بعد دوباره به ایران و نزد مادرش رفت و وارد دانشگاه افسری شد. او بعدها به درخواست برادرش علیرضا که رئیس کمیته ملی المپیک ایران بود، سرپرست کاروان ایران در المپیک هلسینکی شد و بعد برای دوره آموزش نظامی تانک به آمریکا رفت. بعد از درگذشت علیرضا پهلوی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، غلامرضا جای برادرش رو گرفت و در 7 المپیک و جام جهانی آرژانتین مشارکت داشت. اما شاهپور غلامرضا پهلوی فرزند رضا شاه روز یکشنبه در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. او تنها فرزند رضا شاه با همسر سومش توران امیر سلیمانی بود و تا 11 سالگی با مادرش زندگی میکرد. اما بعد از اون با برادرانش در کاخ سلطنتی به مدرسه رفت. او بعد از انقلاب چند سال در لندن زندگی کرد و سپس محل زندگی خودش رو به پاریس انتقال داد. او مردی آروم بود و در هیچ یک از فعالیت‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور شرکت نمی‌کرد. اما در روزنامه‌های قبل از انقلاب خبری چاپ شد که در سکوت خبری اون زمان مفقود شد. گوگوش و غلامرضا پهلوی در حین دیداری که در یکی از مراسم‌ها در خانواده پهلوی که گوگوش برای خوانندگی و اجرای مراسم زیاد به مهمانی شاه دعوت می‌شد شرکت کرده بود، همدیگر رو ملاقات میکنن و این ملاقات باعث علاقه شدید غلامرضا به گوگوش میشه. دیدارهای دوباره آنها در مهمانی شاه ادامه داشت تا اینکه یک شب به درخواست غلامرضا جهت رساندن گوگوش به خونش روبرو شد و اون هم همراه غلامرضا به خونه راهی میشه. اما بعد از اون گویا همون دیدار و همون شب آخرین دیدار این دو میشه و دیگه همدیگر رو نمیبینن. شایعی در اون زمان بود که محمد رضا شاه و گوگوش رابطه پنهونی داشتن و محمد رضا شاه به خاطر علاقه شدیدی که به گوگوش داشت بعد از باخبر شدن باعث نافرجام شدن این رابطه شده. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.